آیا زن انسان است؟ این عنوان یک دوره آموزشی در عربستان است که قرار بود در مارچ 2016 برگزار شود. اما پس از ایجاد جنجال در فضای مجازی، اکادمی برگزار کننده آن را لغو کردند. پیش از روی کار آمدن محمد بن سلمان ولی عهد عربستان، زنان این سرزمین محدودیت‌های اجتماعی بسیاری داشتند. محدودیت در زیارت اهل قبور، مسافرت بدون محرم، فعالیت‌های سیاسی، حق تحصیل و حق کار در مشاغل غیر از آموزش و پرستاری. حتی تا پایان سال 2004، هویت مستقل برای زنان عربستانی شناخته نمی‌شد. آنها تذکره مستقل نداشتند و فقط نامشان در تذکره پدرشان ثبت می‌شد. اما طی چند سال گذشته، بن سلمان اقداماتی در راستای مدرن شدن و سکولاریسم انجام داد تا بتواند توجه سازمان‌های بین‌المللی، حقوق بشری و کشورهای اروپایی و آمریکا را جلب کند. و طور مثال در سال 2018 برای نخستین بار تحت فشار فعالین اجتماعی و با وجود مخالفت مفتیهای وهابی با دیروری زنان موافقت شد. یا علارغم نظر مفتیهایشان که زنان را فاقد قدرت تشخیص دانسته و حضورشان در انتخابات را مخالف عفت می دانستند، حکومت به آنها حق رأی در انتخابات شوراها را داد. در مکاتب پیش از اسلام نیز یک نگاه منفی به زن به چشم می خورد. در کتاب جنس دوم از سیمون دوبورا چنین آمده است: برخی از قدیسان حوا را عامل نخستین گناه آدم و مسئول خروج وی از بهشت می دانست. در آیین بودا زن موجودی است با ظاهر فرشته، اما در اعماق قلبش یک روح شیطانی نهفته است. به همین دلیل بودایی ها تا مدت ها هیچ زنی را به آیین خود نمی پذیرفتند و اظهار می داشتند خدایا ما را از شر شیطان و نفس لعین و زن حفظ. در روایات یهود حوا به عنوان یک وسوسه‌گر تصویر شده که همه زنان از او گناه و حیله را به ارث برده‌اند. با مراجعه به کتب تاریخی و روایی می شود دریافت که سیره پیامبر اسلام غیر از این بوده است، زیرا ایشان زنان و مردان را یکسان به اسلام دعوت می کرد و اسلام آوردن زنان را حتی با مخالفت مرد سرپرستشان می پذیرفت و به آنها پناه می داد. نخستین گروه مهاجران مسلمان به حبشه گروهی از مردان و زنان بودند. پیامبر دو بار در مدینه با زنان بیعت کردند. همچنین با برخی صاحب نظران و خردمندان آنها مانند ام سلمه در امور اجتماعی مشورت میکرد. کریستوفر کولوفسکی کشیش کاتولیک بارها در نوشته‌های خود در توصیف شخصیت حضرت فاطمه و حضرت زینب از دلیری و شجاعت آنها گفته و ایشان را نمونه بی‌نظیر از پرهیزکاری و شجاعت دانسته است. گفته می شود که از دیدگاه اسلام مرد و زن جایگاه برابری ندارند. برند اربل دیپلمات جرمنیایی در این باره چنین گفته است: دی aber viele mitmenschlichen Probleme auch nicht löst. Das Problem ist jetzt, dass man sagt, der Islam kann gar nicht diesen Schritt